بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان محترم، شما را خوش آمدید میگم به یک دیگر از ویدیوهای آموزشی در مضمون اقتصاد خرد با مجودی هویدا. خوشحال هستم که باز دوباره به خدمتتان قرار گرفتیم. ما در ویدیوهای قبلی در رابطه به شکل منحنی تقاضا در حالت تعادلی بحث‌های خود را داشتیم. یک جدول را هم ما بر شما مد نظر گرفته بودم که او جدول هم و شما کار کردیم و گرافش هم کار کردیم. زمانی که قیمت‌ها از صفر به طرف بالا صعود میکنه، مقدار تقاضا به طرف نزولی یا منحنی تقاضا هم نزول میکنه یا پایان میشه و همچنان مقدار عرضه چی میشه؟ بلندتر میشه یا صعود میکنه. یه تا حالت جریان پیدا میکنه که در یک قیمت تعادلی میرسیم که عرضه مجموعی و تقاضای مجموعی با همدیگر چی میشه؟ یکسان میشه. این حالتی است که ما شما میتونیم که در این حالت یک بازار تشکیل شود و یک تعادل به وجود بیاید. ما در این حالت یک قسمت بسیار کوچکی از این درس شما در منحنی تقاضا باقی مانده بود که جزی از سوالاتون بود، لازم دیدم که در همین کتابتون به شما اشاره کنم، چرا که او ویدیو هم گنجایش نداشت و اگر تنها به یک ویدیو انتخاب کنیم هم تکمیل نمیشه. از او خاطر من خواستم که یک ذره تشریحات هم بر شما در این قسمت مد نظر گرفتیم بر شما بگویم. این قسمت به رنگ زرد که اگر شما میبینین حالت تعادلی است که به وجود آمده. در این قسمت بر شما گفته شده که در حالتی که بر ما شما بالای قیمت ها یک مالیه وضع میشه، پرداخت کنندگان مالیه هم به دلار، در این قسمت بر شما همین قیمت در قسمت 11 گفته ب در قیمت پی مساوی به 11 مصرف کننده به اندازه 1750 خواهد خرید، دولت مجبور است به اندازه وقت ما و شما مقدار مجموعی عرضه را تفریق از مقدار مجموعی تقاضا میکنیم 450 واحد میباشه که در این قسمت به خاطر که از حالت تعادلی بیرون شده و تقاضا بسیار زیاد پایان آمده و قیمت ها هم بلند رفته، دولت مجبور است که چی کنه؟ مقدار سبسایدی خود اضافه بسازه. و در جز جیم گفته اولین توصیه بود که بر دولت گفته بود چی توصیه دارین؟ بر دولت توصیه بود که گفته اولین توصیه این خواهد بود که دولت هدفهایش را بیان کنه. اگر هدف دولت تنها رسیدن به یک نقطه معین روی منحنی عرضه باشد و نه چیز دیگر، یعنی بخواهد تنها تعادل را در بازارها به وجود بیاره، در این صورت سیاست‌های هر دو به یک نسبت مطلوبند و اگر موضوع هدف دیگر مد نظر گرفته شده باشد، در این صورت انتخاب به بستگی به مو انتخاب دارد که آنها چی باشد، چی هدف دارن. اگر در هدفشون تشویق مصرف باشه، یعنی باشه که بخواهد که می تقاضا کنندگان خود زیاد بسازه به دلیل این که فرض شده تولید برای سلامتی خوب است، مثلا یک موضوع زراعتی است، در آن صورت مسلماً سبسایدی سیاست های بهتر خواهد بود. این در این قسمت بر شما یک تحلیل را انجام داده، گفته در قسمت اول آیا سبسایدی دولت برای تصدی هایی که مثلا با کمبود تقاضا مواجه هستند، یعنی خریدار ندارن، چی کار را باید دولت انجام بده که اونا خریدار پیدا کنن؟ پس باید در قسمت قیمت آنها را کمک شود، در قسمت عوامل تولید قیمت ها را مثلا به اینا یا سبسایدی کمک های دولت میده یا معافیت مالیاتی برشان را میکنه، کار میکنه که بالای قیمت ها تاثیرگذار باشه. مثلا یک قسمت از این که مربوط خود دولت مربوط خود تصدی میشه که مثلا 5 افغانی تصدی پرداخت کرده، دولت 5 افغانی دیگه از زیر بحث سبسایدی پرداخت میکنه که 10 افغانی میشه. بر تصدی این تقاضاهایش از دست داده میتونه که چی کنم؟ قیمت ها را پایان بیاره. وقتی قیمت از این جنس پایان آمد، مثلا به 6 افغانی یا 7 افغانی، تقاضا دوباره چی میکنه؟ افزایش میکنه. اگر چنین در نظر گرفته شود که مصرف کنندگان شناخت کافی و دقیق از مطلوبیتشان دارن و همچنین پرداخت کنندگان مالیات باشن، در این صورت فرق بین سیاست ها هم به همین شکل خواهد بود که زیان مازاد مصرف کنندگان و همچنین مصارف اضافی پرداخت کنندگان بنابر این که ذخایر دولت ذخایری که در قسمت مصرفی است، اینجا هم بر شما نشان داده است، گفته اگر ذخیره های دولت تلف شود مسلما سبسایدی ها سیاست بهتر خواهد بود، به خاطر از اینکه ممکن است مثلا دولت فروشنده باشه، فروشنده تیل باشه، ممکن یا موبایل باشه یا مثلا یک جنس دیگه باشه که
در تخریب است. این حال دولت چی میکنه؟ خود سبسایدی میکنه. کمپانی ها و تصدی های که اینا به شکل دولتی فروش دارن اینا رو سبسایدی میکنه به خاطر از اینکه از امی اپورتونیتی کاست یا مصارف فرصتی که بالای گودام هایش باز میشه و همچنان به خاطر فاسد شدن مواد که به فروش میرسونه مجبور است قیمت ها را پایان بیاره. وقتی که قیمت ها را دوباره پایان آورد در این صورت میباشه که مقدار تقاضاش دوباره چی میشه؟ بلند میره. باید ارزیابی شود که آیا این ذخیره ها ارزش هزینه کردن را دارد یا نه. اگر آنها تصمیم بگیرند که به خارج بفرستند به شکل مشابه باید ارزیابی کنند که آیا این اتحاد خارج از ارزش های هزینه کردن است یا خیر. خب این قسمت بود که از تحلیل جدول قبلیتان باقی مانده بود. وقت شما ویدیوی قبلی را ببینید حتما درک میکنید که من بر شما چی گفتم. میم سر مفاد و ضرر در بازارهای رقابتی. مفاد و ضرر واحدهای تولید در بازارهای رقابتی به چی رابطه دارم؟ به چی ربط دارم؟ مفاد و ضرر در بازارهای رقابتی ربط به قیمت دارم و همچنان بین قیمت و مصارف کل مجموعی. اگر مصارف کل مجموعی پایان باشه، قیمت ها هم پایان می باشه، تقاضا بیشتر می باشه، ضرر نمی کنن. اما اگر قیمت ها هم بلند باشه و مصارف مجموعی کل ازی هم بلند بره مجبور است چی میشه؟ مصارف متوسط مجموعی نیست چی میکنه؟ در محل تقاطع MC یعنی مصارف نهایی و عاید نهایی بستگی داره. یعنی به چند چیز بستگی داره؟ تولید ما و شما. اول به خود قیمت، دوم به قیمت مجموعی تمام شد، سوم به مصارف نهایی که صورت میگیره که از واحد قبلی واحد بعدی را ما شما تفریق میکردیم و همچنان به عاید نهایی. عاید نهایی که با شما حاصل از امی برای خود سنجش میکنیم که چی عاید نهایی را ما خواهد داشتیم. به این بستگی دارم. گفته اگر پی یعنی قیمت از ATC که گفته بودیم ATC چی است؟ TC مصارف مجموعی بود، ATC مصارف مجموعی متوسط بود، یعنی مجموع مصارف تقسیم هر یکی از مقدارهای تولید میکنیم بالا باشه. قیمت از اینا چی باشه؟ بالاتر باشه. تولید کننده در کوتاه مدت مفاد میکنه اما بعد از او به ضرر مواجه میشه، چرا که قیمت‌های مجموعی از این بالا است. اما اگر قیمت پایان‌تر از ATC باشد پس چی میشه؟ خود تولید کننده به ضرر مواجه میشه. بنابران در کوتاه مدت بازارهای رقابتی کامل تولید کننده سود نمیبرن. یعنی در بازارهای رقابتی کامل اگر تولید کننده بیایه و قیمتها پایانتر از حد ATC باشه یا از مصارف مجموعی باشه، مصارف مجموعی متوسط، با سود یا مفاد نمیبرن. اگر قیمت تعادلی پایانتر از ATC شد، قسمی که در گراف ها هم بر شما اینجا در این قسمت بر شما نشان داده، سه گراف را در عین شکل بر شما نشان داده که در کتابتان هم مد نظر گرفتیم، در سلایدهایتان به بهترین شکل میتونید که ببینید به خاطر که در کتابتان هم کمی بر شما خیره تر شده و خطوطش پاک شده، اما در سلایدها به صورت واضح بر شما نشان دادیم، میتونید که دقت کنید در سلایدها بیشتر. اگر EP یعنی قیمت‌های تعادلی بیشتر گفتیم که داده قیمت تعادلیش 2000 پایانتر از ATC شوه، یعنی پایانتر از چی شوه؟ ATC یعنی مصارف مجموعی متوسط. مفاد و ضرر چقدر خواهد بود؟ آیا تولید کننده به تولید خود ادامه بده و یا اینکه تولید خود متوقف بسازه؟ اگر تولید خود ادامه بده با چقدر ضررش تا چه حد میرسه؟ اگر میبینیم که خط قیمت در زیر منحنی چی قرار داره؟ در زیر منحنی ATC قرار داره. مفاد نمیشه بلکه در تولید هر واحد تولید ضرر هم مواجه میشه. اگر تولید متوقف کنه چی حاصل میشه؟ اگر تولید متوقف شه باز مصارف چی میه؟ مصارف ثابت بالاش میه. کرای خود تعمیر است مثلا، فرسوده شدن ماشینالات است، کرای کارگران یا کارمندان دائمی است، اینا بالاش میه. و اگر تولید داشته باشه چی میشه؟ اگر بخواهد که تولید کند پس باید صرف با مو اندازه تولید بکنه که چی شود؟ همو خط منحنی از AVC یعنی مصارف متوسط متحول از اینا زیر خط قیمت قرار بگیره. یعنی مصارف متوسط متحول شما میفهمید که AVC ما شما مساوی بود به VC بر X، یعنی
مصارف متحول که از جمله مواد است، کارگر است، مواد احتراقی است، ماشینالات است، برق است، موادی که به برق استفاده میشه، موادی که برای برقی ساختن جنس ها استفاده میشه، یا مثلا حرارتی که استفاده میشه، موادی که استفاده میشه، رنگی که استفاده میشه، یا مثلا وسایل تولیدی که به کار گرفته میشه در جریان تولید، کارگرایی را که ما میخواهیم، اینا از حد قیمت بالا نشه، یعنی قیمت هایش در حالت تعادلی یا زیر خط قیمت قرار داشته باشه، در این حالت میتونه که مفاد کنه. اما اگر از این بیشتر ای همی از خط قیمت ها ای را بالاتر چی میکنه وضع میکنه قیمت ها را چی میشه، در این حالت است که ای به ضرر مواجه میشه. قسمی که در خود سلایدهایتان هم بر شما نشان داده شده، تمام خطوط به شکل واضح و درست برتان نشان داده شده که در شکل الف هم میتونین ببینین که دو خط در نظر گرفته شده در حالت تعادلی است. وقتی از حالت تعادلی اینا را چی میکنیم؟ بلندتر میبریم، ام سی ما بلندتر از چی میشه؟ از ای وی سی میشه و همچنان ای تی سی ما هم بلندتر از ای وی سی میشه و در این حالت میباشه که ام آر ما شما، عاید نهایی ما شما با ام سی که مصارف نهایی ما شما است مساوی میشه. این حالتی است که در حالت تعادلی است. اما برعکس از او، وقتی که زیان حداقل میشه، تا حداقل ما میخواهیم که زیان را برسانیم، در این حالت هم گراف هایش بر شما در سلاید ها به صورت واضح نشان داده شده. در کل ما شما پرداختیم به تحلیل جدولی که در ویدیوی قبلی بود، که زمانی که ما شما عرضه مجموعی را از تقاضای مجموعی در قیمت 11 تفریق میکردیم، یک واحدی که بر ما شما میآمد، او واحدی بود که اضافه عرضه را نشان میدهد، اما تقاضا وجود نداشت. به خاطر بلند بردن تقاضا باید قیمت ها را پایان بیاریم. به خاطر پایان آوردن قیمت ها بودجه ضرورت داریم و او بودجه از طرف دولت سبسایدی میشد، خصوصا در تصدی هایی که سبسایدی بود، یا تصدی های خود دولتی بود سبسایدی میکنند، یا کمک های دولتی انجام میدادن، یا مافیت مالیاتی انجام میدادن که میتونستن که تا یک حد قیمت ها را پایان بیاره و به می شکل مفاد و ضرر در بازارهای رقابتی کامل ما شما میبینیم که به چی بستگی داره. به خود قیمت بستگی داره، به مصارف کل یا مصارف مجموعی که تی سی است بستگی داره، به مصارف مجموعی متوسط که ای تی سی است بستگی داره، و در محل تقاطع ام سی مصارف نهایی و همچنان ام آر عاید نهایی است، اینمی خود مفاد ضرر بستگی داره. اگر در حالت که قیمت ها از ای تی سی که مصارف متوسط مجموعی است بالا باشد، تولید کننده در کوتاه مدت مفاد میکنه، اما در طویل مدت به زیان مواجه میشه. اما اگر قیمت ها پایان تر از ETC باشه، باز هم میتونه که در حالت زیان قرار بگیره. بنابراین در کوتاه مدت در بازارهای رقابتی کامل، کسانی که قیمت های بالاتر از ETC تعیین میکنن، باز ممکن است که به ضرر مواجه شوند. باید در حالت تعادلی باشه. اگر قیمت تعادلی هم پایان تر از قیمت ETC باشه، یعنی از مصارف مجموعی متوسط که در قیمت ها پایان باشه، در این حالت آیا مفاد خواهد کرد یا ضرر؟ اگر ضرر میکند یا زیان میکند، چقدر خواهد بود زیانش؟ در این قسمت اگر زیان کنه، همی خط قیمت در زیر منحنی ATC یا مصارف مجموعی متوسط قرار میگیره، مفاد نمیشه، بلکه با هر واحد تولیدیش به ضرر هم مواجه میشه. و اگر تولید متوقف کنه، پس متحمل مصارف گزاف ثابت میشه. و اگر بخواهد تولید کند، باید قسم تولید کند که همی قیمت ها از منحنی AVC چی شوه؟ در زیر خط قیمت قرار بگیره. AVC یعنی مصارف متحول مجموعی متوسط در زیر قیمت یا زیر خط قیمت ها قرار بگیره. در این حالت میتونه که دوباره به مفاد دست پیدا کنه. این بود درس امروز ما و شما. انشاءالله که از این ویدیو یک چیز آموخته باشین. تا ویدیوهای بعدی که باز دوباره به خدمتتون قرار میگیرم، شما را به الله یکتا میسپارم. الله حافظ و نگهدارتان. تشکر.